حکیمی به برنابو برمیگردد. سلام و وقت بخیر. اشرف حکیمی مدافع مراکشی دورتموند در فصل جدید عملکرد فوق‌العاده‌ای در ترکیب این تیم داشته است. با من حکمت طلا رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. اشرف حکیمی در سال 2018 با قرارداد قرضی از ریال مادرید به دورتموند پیوست. او پیش از حضور در دورتموند موفق شده بود تنها 9 بازی برای ریال مادرید انجام بدهد، اما با این وجود مسئولان این تیم اسپانیایی از استعداد و توانایی های این بازیکن مراکشی کاملا با خبر بودند و به همین دلیل او را تنها به صورت قرضی در اختیار دورتموند قرار دادند. اشرف حکیمی در سال اول حضورش در دورتموند 28 بازی برای این تیم انجام داد و موفق شد آمار 3 گل و 4 پاس گل را نیز از خود به ثبت برساند. اما شاهکار این بازیکن مراکشی به درخشش او در فصل جدید برای دورتموند باز می‌گردد. او طی هفته‌های اخیر یکی از بهترین بازیکنان تیمش بوده و لوسین فاوره نیز حساب ویژه‌ای روی او باز کرده است. حکیمی دیشب موفق شد در پیروزی 3-2 دورتموند مقابل انتر 2 گل به ثمر برساند. او همچنین در بازی قبلی زنبورها مقابل اسلاویا پراگ نیز هر دو گل تیمش را به ثمر رسانده بود تا به ستاره اول دورتموند در هفته‌های اخیر تبدیل شود. حکیمی حالا با 4 گل زده بهترین گلزن دورتموند در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان اروپا به حساب می‌آید. او در فصل جدید بوندسلیگا نیز آمار خوبی داشته و موفق شده در 10 بازی آمار 2 گل و 2 پاس گل را از خود به ثبت برساند. همه این آمارها برای یک مدافع کناری بسیار فوق‌العاده به نظر می‌رسد. طی ماه‌های اخیر باشگاه دورتموند علاقه خود را مبنی بر دائمی کردن قرارداد اشرف حکیمی اعلام کرده بود، اما با توجه به درخشش این بازیکن در هفته‌های اخیر به نظر نمی‌رسد که ریال مادرید به راحتی راضی به فروش او شود. پیش از این کهکشانی‌ها دانی کارواخال را نیز به بایر لورکوزن قرض داده بودند، اما پس از درخشش او خواهان بازگشتش شده بودند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در مورد اشرف حکیمی نیز محتمل باشد. حکیمی قابلیت بازی در پست دفاع کناری در هر دو سمت زمین را دارد و با توجه به بالا رفتن سن مارسلو به نظر می‌رسد که این بازیکن بتواند در آینده جای خالی او را به خوبی پر کند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبت و شاد بمانید. تعالی نگهدار.